درود به شما یاران گرامی در کانال فنتون در رادیوتون. عرض کنم که صدای من انعکاس پیدا میکنه، اگر مشکلش رو حل بکنه دوستان. ایرج آریان‌پور یکی دیگر از جمع همکاران روزنامه نویس ما در آمریکا درگذشت، دور از وطن. ایرج آریان‌پور در ماه‌های اولیه تشکیل بخش فارسی صدای آمریکا به این سازمان خبری و به جمعی ملحق شد که بنده هم جزی از آن بودم و در کوتاه مدتی صدای آمریکا را که نامی و نشانی در میانه رسانه‌های بین‌المللی نداشت، به عنوان یک واحد عمده و قابل اعتماد خبری و فرهنگی به ایرانیان و فارسیدان‌های پراکنده در جهان شناساند. ایرج عضو موثری از خانواده بخش فارسی بود که سالهای مدید و در ایامی که راه ارتباط ایرانیان با دنیای خارج از خارج به خاطر یا به برکت وجود خمینی و انقلاب و جنگ و اعدام و کشتار و بیداد حاکمان بسته شده بود، حقیقتا قبول خطر کردند و روزنی از این سو بر آن سو گشودند و اجازه ندادند تا متصرفان ایران ایرانیان را در زندان بیخبری از دنیا باقی گذارند. در مورد آن دوران و آن زمان و مردانی که پایه‌گذاران صدای آمریکا شدند، زنان و مردانی که پایه‌گذاران صدای آمریکا شدند و با سرسختی مانع توفیق جاهلان عمامه‌دار و چابکشان بیخرد بر ایران شدند، بعدها خواهم گفت. اما بهانه سخن امروز من کم شدن یکی دیگر از جمع همان مردان و زنان متعهد به آزادی ایران و ایرانی است. ایرج که 24 سال را در بخش فارسی صدای آمریکا خدمت کرد تا سال 2003 که برای بار دوم در زندگی خود را بازنشسته کرد، ظاهرا بازنشسته کرد. بار اول بازنشستگی در ایران بود و در پس سالها خدمت در مملکت خود و بالاخره برباد رفتن همه زحمات سالها با نزول انقلاب جهل و جنون بر ایرانیان. ایرج در سالهای خدمت در ایران تا معاونت وزارت بازرگانی، مدیر کلی وزارت اطلاعات که آن زمان آلوده به فعالیت و وظایف کنونی نبود، پیش رفته بود. در سالهای رشد سریع ایران، ورود و توزیع سیمان ایران را مدیریت کرده بود. اما مثل اکثریت مردمان خدمتگزار پیش از جنون 57 دستش به سوء استفاده و حیف و میل ثروت مردم آلوده نشده بود. روزی که او به جمع ما ملحق شد در صدای آمریکا، باز از اول و با دست تهی اما سربلند از این دست ناآلوده به فساد و دزدی شروع کرد به کار، آن هم کاری که هدف آن همچنان خدمت به ایرانیان بود. اما برای من که شاهد ماجرا بودم، حکایت ایرج و دیگر خدمتگزاران ایران که اینک به غربت پرتاب شده بودند، برهان حقانیت و تقوای اکثریت دولت مردان گذشته و همینطور برهان دروغ و خباثت انقلابیون بی تقوایی بود که هزاران تهمت دروغ از فساد و دزدی بر آنان زدند. دزدانی که فریاد آی دزد می‌کردند خورده ایران خدمتگزاران صدیق به خود پشت کرده بودن. ایرج آریان‌پور اما هرگز از مبارزه علیه بیداد و بیدادگران حاکم بر ایران دست نکشید و در سالهای اخیر هم که در صدای آمریکا نبود، همچنان با کارهای تحقیقاتی خود همچنان نوشت و گفت و دست آلوده اونها رو بیشتر عیان کرد. بر تقدیر در گذشت ایرج رو به خاندان گرامی آریان‌پور و فرهمند و همه دوستان و همکاران سالهای دور و نزدیک او تسلیت میگم. آقای دکتر شجاعی عزیز، درود بر شما. جناب بهاءالله، منم خدمت جناب عالی و همه بینندگان ارجمند سلام عرض میکنم و این فقدان بزرگ رو به جامعه خدمتگزاران ایران، به همه ایرانیان تسلیت میگم. همونطور که اشاره فرمودید، مردان بزرگ و زنان فرهیخته از جمع ما هر روز کم میشند و از این قافله عزیزی از دست میره، اما اون خاطره خدمات اونها و اقدامات بزرگ اونها
هرگز فراموش نخواهد شد و من تصور میکنم که این مقاومت و مبارزه جانانه ای هم که جوانان ایران از خودشون نشون میدن به هر حال حاصل و محصول این مقاومت و پایداری و مردانگی و شجاعت چنین عزیزانی بوده. آرزو میکنم که روح شاد و روانش قرین آموزش باشه و اون کسانی که جاپای ایشون گذاشتن قدر پیشکسوتان از دست رفته رو بدانند و از همون مسیر و از همون راه به ایران و ایرانی خدمت کنند. همونطور که عرض کردم دکتر جوری عزیز، وقتی که ایرج آمد به جمع صدای آمریکا ملحق شد که همون ماهای اولیه سال 1980، تازه خود من یکی دو ماه بود اونجا رفته بودم و این بخش فارسی چند ماهی بود که شروع شده بود، یعنی از آوریل 1979 با یه برنامه نیم ساعته. اما ایرج آریف بود در حقیقت مثل سمبولی بود از مردانی که خب به مقامات عالی بالایی هم در اون مملکت داشتن اما بی صدا فقط خدمت کرده بودن. و یعنی شما مجسم کنید که اگر آدم در اون سیستمی که میگفتن همه دزدی میکردن و سوء استفاده میکردن، شما اگر واردات و توزیع سیمان اون مملکت رو در اون دوران بحران اقتصادی دستت باشه و با دست توی آخر کار سما سربلند بیای به این مملکت، این نشونه اون ایرج تنها نبود، بسیاری دیگر مثل اون بودن اما آماج همه این تهمت های ناروا و دروغ ها قرار گرفته بودند. بله همه جان، من خاطرم از همون روزهای نخست روی کار آمدن این رژیم غیرقانونی، من به ویرجینیا و اون منطقه‌ای که جناب عالی زندگی می‌کنید خیلی مسافرت می‌کردم. اقوامم اونجا بودن و معمولاً از این فرودگاه اونجا هر وقت سوار تاکسی می‌شدم یک ایرانی دارای سن و سالی رو می‌دیدم که مشغول کار شریف رانندگی تاکسی بود، باهاش صحبت می‌کردیم و بعضی از این نظامیان و افسران ارتش ایران رو می‌دیدم که آمدن و به این شغل رجوع کردن. اتفاقا یکی از این افسران بسیار برجسته شهربانی در اون دوران که او هم در دوران جوانی به هر حال مجبور شد به غربت بیاد و به غربت پرتاب شد در نیویورک، یک شاعر بسیار بسیار زبردست، من اسم نمیبرم، و واقعا اگر که حکومت ایران همینطور ادامه پیدا میکرد ایشون یکی از بزرگان شهربانی و حفظ امنیت مملکت میشد. ایشون هم با دست خالی آمده بود در همین منطقه نیویورک و راننده لیموزین شد. با رانندگی لیموزین شرکت بزرگ خودش رو درست کرده، فرزندانی لایق، پزشک متخصص و ثروتمند، نوه‌های هنرمند، و واقعا باید تبریک گفت به این جامعه ای که با این همه مشکلات و با این که با دست خالی به غربت پرتاب شده هنوزم با اون روحیه خلاقیتشون، جنگندگیشون و مقاومتشون اینطور سربلند هستن. و مهمتر از همه همونطور که اشاره فرمودید با دست خالی اینها اومدن. اون زمان احمد جان اینا از ایران جای دیگه ای نمیخواستن برن، اینا تصورم نمیکردن که بخوان برن در غربت در خارج کشور در خدمت کشورهای دیگه باشن. میگفتن در این دنیا، در این سرزمین به دنیا اومدیم، خدمت میکنیم، میسازیم، زندگیمون هم نسبتا مرفه، روز به روز هم بهتر میشه، احتیاجی به دزدی نیست. و در عین حال سیستم هم طوری بود که اجازه دزدی های به این شکل که اصلا غیر قابل تصور در این رژیم جمهوری اسلامی نمیداد، کسی جرئت نمیکرد. حتی احمد جان بعد از این جریانات هم گفتن بردن و خوردن، نمیدونم نام چند نفر رو ما میتونیم الان پیدا بکنیم که مثلا اینا یه حساب بانکی فراوان در خارج داشتن. یه آقایی بود مال مدیر رئیس شرکت نفت بود و نام نهاوندی بود، کی بود خاطرم نیست اسمش، یکی دو تا اینجوری انصاری بود مثلا، که یکی دو تا اینجوری ها اسم می آوردن. بقیه رو نگاه بکنید، الان این تیمسار آیرون بلو، سلشکر آیرون بلو، سالها در وزارت دربار مسئول بوده، نزدیکان پادشاه ایران بوده، منزل کوچه یک محقر، یک آپارتمان کوچک در همین لانگ آیلند داره و عاشقانه ایران رو دوست داره، در هر مراسمی در هر تظاهرات شرکت میکنه. و این مرد شریف دست خالی احمد جان، آخه میشه آدم مثلا مقام بالای تشریفاتی با درجات عالی نظامی در دربار پادشاهی داشته باشه که میگفتن اونجوری مثلا سرقت میکردن و هر کاری میکردن، الان از طریق تأمین اجتماعی و از طریق یک آپارتمان کوچک داره پایان عمر رو سپری میکنه. به هر حال بودن از این خدمتگزارانی که متاسفانه قدرشون رو ندونستیم و سیستم هم جوری بود که متاسفانه فرصت نمیداد که این بزرگان شناخته بشن.
همه توجهات میرفت معطوف میشد به شخص اول مملکت و این رجال سیاسی ما که باید هر کدوم برای خودشون در یک جایی محبوبیتی داشته باشن و مردم اینها رو بشناسن و در موقع بحران هر کدوم از اینها یلی باشن، متاسفانه شناخته نمیشدن. من عرض کنم خدمتتون، خب شما خودت میدونی که توی این همه سالها، خب 30 سال مثلا در صدر آمریکا، من تقریبا میتونم بگم نمیدونم خدای ما با چند هزار نفر برخورد کردم، صحبت کردم، از آدمهای عادی گرفته تا مقامات اون مملکت، تقریبا همه اینها رو دیدم. اما سیامکشان دکتر شجاعی عزیز، حتی یک نفر خدا وکیلی من یک نفر آدمی ندیدم که جز با اون دسکریپشن و به اصطلاح اون صفاتی که براشون میگفتن آدمهای آلوده و دزد و فلان اینا، در مورد این صدق بکنه. وزیرش دیدم، وکیلش دیدم، ارتشش دیدم، چربانش دیدم، آدم معمولیش دیدم، همه اینها اما یک نقطه مشترک داشتن و این همشون عاشق ایران بودن، برخلاف اینها که الان ایران رو به دست گرفتن. خب از این بگذر بفرمایید. من عرض کردم بیگانگان مسلط شدن بر ایران، چه میشه کرد؟ عرض کنم حضورتون، خب حالا صحبت بیگانگان و ایران شد. ببینید، یکی از این مکافات هایی که میگن یه آدم دیوانه یه سنگی توی چاه میندازه 1000 تا آدم عاقل نمیتونن در بیارن، این حکومت جهل و جنون میاد میچسبه، خودش یه کاری میکنه که همه دنیا علیه ایران بسیج بشن، بعد الان به وضعیتی میرسونه که دیگه خودش هم وقتی بیاد رضایت بده کسی حرفشو باور نمیکنه. الان رسیدیم به همین قضیه.